یه مجموعه از فعالیت‌های فارماکوویجیلنس، یه مجموعه از مداخلات ما هستش در زمینه فارماکوویجیلنس که ما اومدیم اینا رو طراحی کردیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم آیدنتیفای بکنیم عوارض و مشکلات داروییمون رو، بتونیم کاراکترایزشون بکنیم، ویژگی‌هاشون رو بشناسیم، بتونیم ازشون پیشگیری بکنیم، بتونیم مینیمایزشون بکنیم، خب حداقل برسونیم و در نهایت این که اسسمنت بکنیم که همه این فعالیت ها و مداخلات ما تأثیری داشته بالاخره یا نه، مؤثر بوده یا نه. پس ببینید دوستان، این دوتا شکل رو من برای چی براتون گذاشتم؟ برای اینکه بگم کار فارماکوویجیلنس و کار منیجمنت ریسک یه کار عمقیه. انگار که شما مثل یه غواصی میخواین برین عمق اقیانوس که به یه مرواریدی برسین. که اون مرواریده چی هستش؟ تصویر ندارین؟ دوستان دیگه هم ندارن؟ دارین؟ آها دارین. آقا دکتر ببینین مشکل سیستم خودتون هست احتمالا. ولی بازم اگه ما میتونیم کمکی بکنیم که در خدمتیم. اصلا اسلایدار رو ندارین دکتر؟ انشالله که درست میشه. اگه درست شد به من خبر بدین، اگر هم نشد باز بگین که ببینیم بچه ها میتونن کمکتون کنن که درست. بعضی هاش براتون نمیاد. آها نمیدونم چرا اینطوریه. دوستان دیگه هم این مشکل رو دارن که بعضی ها رو نداشته باشن؟ خیر. آ دکتر میفهمن که یه بار آ دکتر احدی استاد فرمودن یه بار خارج بشید دوباره وارد بشید، شاید درست بشه. انشالله که درست میشه. خب من اینجا وقتی یکی از استاد میگن مثلا صدا نداریم یا تصویر نداریم، اینها چون مهمه، یه دفعه فکر میکنم ممکنه همه این مشکل رو داشته باشن، به خاطر این مجبورم قطع بکنم صحبتمو، ببخشید. خب گفتیم پس فارماکوویجیلنس یه کار سطحی نیست دوستان، خیلی باید به عمق قضیه بریم. اون مرواریده رو میخوایم پیدا کنیم که چی هستش بهش برسیم، همین هستش که سیف مصرف بشه دارومون، همین هستش که جلوی مرگ و میر ناشی از مشکلات دارویی رو بگیریم، همین هستش که مطمئن باشیم بالانس ریسک و بنفیتمون برقراره، چون ما مسئولیم. خب پس یادتون باشه ما باید بریم به عمق قضیه و این رو پیدا بکنیم. بنابراین توی این مسیر باید بتونیم یک سری فعالیت‌هایی رو تعریف بکنیم، یک سری مداخلاتی رو تعریف بکنیم که بتونیم در قالب اونها مشکلات دارومون، ریسک‌های دارومون رو شناسایی بکنیم، بتونیم خصوصیات و ویژگی‌هاشون رو شرح بدیم، قشنگ باز بکنیم قضیه رو. نه تنها که آیدنتیفای میکنیم، بلکه تمام ویژگی‌هاش رو بریزیم بیرون ببینیم چیه این قضیه که پیش اومده. بتونیم پریونشن داشته باشیم. همه جا لغت پریونشن رو داریم دوستان، یادتون باشه. یه موقع‌هایی دوستان میان مثلا به من میگن که ما عوارضمون خیلی کمه، واقعا نمیدونیم رو چی مانور بدیم تو سیستم فارماکوویجیلنسمون. میگم خب رو پریونشن مانور بدین. اونقدر جای کار داره که نمیدونید. یعنی شما برید فقط مونوگرافتون رو مطالعه بکنید تو تکست های معتبر، ببینید چقدر پریکاشن داره، چقدر رو اونا میتونید مانوف بدین. مدیکیشن اروراتون رو بکشید بیرون، رو اونا مانوف بدین. و اینکه در واقع شما بتونید به حد اقل برسونید ریسک ها رو، همه اینها، چون ما میدونیم ریسک رو ما نمیتونیم حذف بکنیم، ولی میتونیم به حد اقل ممکن برسونیمش. و همه این کارا رو که انجام دادیم توی بحث مدیریت ریسک، یک نکته خیلی 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 مهم که هست assessment of the effectiveness of those activities. یعنی ما نمیخوایم فقط همینجوری فعالیت کنیم ندونیم که اصلا فعالیتمون درست انجام شده، اصلا به جایی رسیدیم، اصلا فعالیت مناسب طراحی شده یا نه. میخوایم که در زمانهای مناسب effectivenessش رو هم بررسی بکنیم. این همه این کارا رو که گفتم خدمتتون انجام بدیم، این میشه اسمش چی؟ سیستم مدیریت ریسک. پس اگر ما بخوایم به ترمینولوژی ریسک منیجمنت نگاه بکنیم، هم در خودش اسسمنت رو داره، اسسمنت ریسک رو داره و هم مینیمایزیشن ریسک رو داره. یعنی پس باید
مداخله بکنیم که مینیمایز باش بشه دیگه، بدون مداخله که نمیشه. از تمام اینها توی بحث مدیریت ریسکمون میگنجه. حالا وقتی ما یه چنین سیستمی رو پایه‌ریزی کردیم، میایم این رو روی کاغذ میاریم با دیتیل. یعنی وقتی اومدیم سیستم مدیریت ریسکمون رو در فرمت‌های استاندارد تعریف شده نوشتیم، به اون پرونده میگیم ریسک منیجمنت پلان. پلانمون رو دادیم دیگه، پلانمون رو اومدیم نوشتیم که هدف چیه از این پرونده ها، ریسک مینیمایزیشن اور میتیگیشن ور ور پسیبل، هر جایی که ممکنه ریسک رو کم کنیم یا به حداقل برسونیم. خب پس RMP بحثش اینه. RMP رو الان خیلی جاها توی اتحادیه اروپا اومدن ضروری کردن که برای پرونده ها بیان در واقع RMP بدن. یعنی ما دیگه کودکانه نمیتونیم به دارو نگاه بکنیم، از اون جریانات که اون سری جلسه اول نگاه میکردیم، یه دوره واقعا دارو در رابطه با عوارضش بشر به صورت یه کودک بهش نگاه میکرده، درسته؟ یعنی فکر میکرد نمیدونسته چجوری جمع جورش بکنه. ولی الان دیگه توی دوره‌ای که یه ذره مدرن تر شده، باید یکم دیگه بالغانه تر نگاه بکنیم و پلن داشته باشیم برای منیجمنت ریسکمون، پلن داشته باشیم برای پیشگیری از ریسکامون. دیگه اون روز روزگار نیست که واسیم ببینیم چی میشه یه دفعه شوکه بشیم با یه فاجعه مثل تالیدوماید. باید چند قدم چند استپ رفته بشیم بالاتر. و بحث منیجمنت ریسک دوستان یه فعالیتیه که گلوبال هستش. یعنی این که ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا مثلا یه جای دنیا انجام میده دیگه، RFPشو داره میده، منم که جنریک سازم، خب پس مثلا همونو برم دو فالو کنم فقط دیگه، برای چی من منیجمنت داشته باشم رو ریسکم؟ نه این شکلی نیست. چرا؟ به خاطر که چرا فکر میکنین این شکلی نیست؟ شما بگید. یکی دو تا رو برام اگر به ذهنتون میرسه، چرا باید هر کشور هر جایی که داره دارو مصرف میشه برای خودش جداگانه ریسک منیجمنت پلان داشته باشه؟ آفرین. مثلا یه مسئله اینه که ممکنه تو نژادهای مختلف مصرف بشه که عوارض مختلفی نشون بدن، مواد اولیه متفاوت وجود داشته باشه. دقیقاً. پس معنی که مثلا دارم از یه مواد اولیه دیگه استفاده میکنم، ممکنه عوارض هم مثل اون یکی شرکته نباشه، یه تفاوتایی داشته باشه بر حسب جایی که داریم وارد میکنیم، بر حسب نوع ماده اولیه‌مون. بله دقیقاً. فرهنگ تجویز و مصرف دارو هستش. و اینکه مثلا فرض بفرمایید اگر جایی ما داریم میبینیم که کلن فرهنگ تجویز و مصرف داروی تزریقیمون ایراد داره، بالا مصرف میشه، پس اگه میخوایم یه داروی تزریقی رو وارد بکنیم که میبینیم اینترست آدم ها هست، مثل برای کاهش درد میتونه استفاده بشه، کاهش تب استفاده بشه و یا همچین اثراتی داره، آنتیبیوتیکه، نمیدونم ویتامینه فلانه، که ما این بکگراند رو داریم که اینا بیاد ممکنه یه فاجعه اتفاق بیفته، اینجا ما باید اصلا از قبل پلن بدیم که اون فاجعه چجوری اتفاق نیفته. ولی ممکنه که برای یک جامعه دیگه که با چنین مشکلی دست به گریبان نیست، خب فرق بکنه. پس پلن من با پلن اون جامعه ممکنه فرق بکنه. شرایط آب و هوایی، مشکلات آلودگی، بیماری‌های زمینه‌ای، بله بیماری‌هایی که شایعه، داروهای همراهی که مصرف میشه. دقیقاً درست می‌فرمایید. پس تفاوت‌هایی که توی ایندیکیشنی که وجود داره، شما می‌دونید ممکنه که یه دارو مثلا رگولاتورهای مختلف ایندیکیشن‌های مختلفی رو اپروف کرده باشن. دیدید مثلا FDA یه سری چیزا رو آف لیبل تعریف میکنه یا اصلا اپروف نمیکنه، ولی یه جاهای دیگه ممکنه مصرف بشه تو اون ایندیکیشن. پس پلنا بعد برای هر جای دیگه یا منیجمنت ریسک ممکنه با هم متفاوت باشه. سیستم های بهداشتیمون ممکنه با هم دیگه متفاوت باشن. جمعیتی که مورد هدف هست ممکنه با هم فرق بکنه. شیوع یک بیماری ممکنه تو جاهای مختلف فرق بکنه. مثلا پوکی و استخوان ممکنه که توی جامعه خیلی بیشتر شیوع داشته باشه تا یه جای دیگه، پس دارویی که برای پوکی و استخوان مصرف میشه تو اون جایی که بیماری شایع تره ممکنه که ریسک بیشتری داشته باشه، چون هر جا که دارو مصرفش میره بالا
عوارضش و اشتباهاتش و همه پرابلم هایی که مرتبط باهاش هست ممکنه که افزایش پیدا بکنه. یا یعنی اینکه مثلا میبینید یه جایی ممکنه که سیویریتی بیماری فرق میکنه، مثلا تو لبل های بالاتری وجود داره تو مردم اون جامعه تا جامعه جوامع دیگه داره دارو مصرف میشه. پس چون من حیصل مجموع بخواییم بگیم که شرایط مصرف دارومون همه جا با هم یکسان نیست، بنابراین ما ریس منیجمنت رو همه جا میخوایمش. حالا عجله که ما توی یه RMP داریم چیا هستش؟ یکی این که ما باید سیفتی سپسیفیکیشن داشته باشیم، یعنی اینکه پروفایل سیفتی فراوردمون رو کامل شرح داده باشیم که در ادامه میگیم جزئی ترش میکنیم. برای فعالیت های فارماکوویجیلنسمون، اکتیویتی های فارماکوویجیلنسمون پلن داشته باشیم و در نهایت اینکه پلن بکنیم ریسک مینیمایزیشن و میتیگیشن و اسس بکنیم افکتیونس این فعالیت ها رو، یعنی هم در واقع برنامه ارزیابی ریسکمون رو با کرده باشید. چیزایی هستش، کامپوننت هایی هستش که شما در یک پرونده RMP میبینید. دوستانی بودن که تا حالا RMP نوشته باشن؟ اگر که بله برام بنویسین لطفا. خیلی خانم دکتر قیاسی تا حالا تجربهش نداشتن. یا دوستان دیگه؟ خب ظاهرا در معرضش قرار. یا اینکه RMP خوندین تا حالا؟ از شرکتی براتون ارسال شده که شرکتی که طرف قرارداد هستین؟ خیر. خیلی خوب. خب بریم ببینیم که چی هستن اینا. چند تا واژه رو باهاش که توی پرونده های RMP ما سر و کار داریم اینجا خدمتتون باز میکنم که البته توی بعدن میبینید تو PSUR و اینها هم گفته میشه ها، ولی اینجا خیلی باید دقیق تر